تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم یه تفسیر سادهی داریم. به جزء 19 سوره فرقان آیه 53 رسیدیم. بشنوید. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. او خداییست که دو دریا را به هم پیوست. مرج البحرین، مرج این مخلوط کرد، دو دریا را مخلوط کرد، روان ساخت. یکیش شور است و بسیار شور، شوری که به سمت تلخی میره. ملحون اجاج، ملح یعنی شور، اجاج یعنی به سمت تلخی میره. یه دریا آب شور است و تلخ، یه دریا هادا عذبان فرات، عذب یعنی گوارا، فرات یعنی بسیار گوارا که به سمت شیره نمیره. دو تا دریا را به جریان انداخت، یکیش آبش گواراست که به سوی شیرینی تمایل داره، یک دریا شور است که به سوی تلخی می رود. ولی این دو دریا آبش قاطع نمی شود. و جعل بینهما برزخن، بین اینها یه حائلی قرار داد که همیشه از هم جدا باشند. و حجرا محجورا، یعنی خدایی کار میکنه، یعنی دو تا مایع که کنار هم میرن. گاهی انسان با هواپیما که مسافرت میکنه، هواپیما از رو دریا میره، آدم میبینه مثلا انگار وسط دریا یه نهر آب سواست که آب دریا ای بره ای بره، این وسطه مثلا یه جریان است. یا در رودخونه های تو میشه، در کنار دریای تو میشه، این محسوسه بر خیلی. خدا که اجازه نمیده آب گوارا و آب شور در کنار هم با هم مخلوط بشن، اجازه میده حق و باطل مخلوط بشن، اجازه میده ایمان و کفر مخلوط بشن. لکم دینکم ولی دین، باید مرزها از هم جدا بشه. فلا تطع الکافرین، تو نباید با کفار، به ما گفتن تشبه به کفار ممنوعه، پوشیدن لباس کفار ممنوعه، و ما گفتن مثل کفار حرف نزنید، آداب و رسومتون مثل کفار نباشه. ما چرا سلام رو ترک کنیم؟ سلام شعارمانه، افتخار بکنیم، به جای سلام چیز دیگه سر بگیم. فرهنگتون رو تغییر ندید، آداب و رسومتون رو از دست ندید. هو الذی مرج البحرین، خداوند دو تا دریا را روان ساخت، به هم پیوست داد، ولی اینها مخلوط میشن، با اینکه به هم متصلن مخلوط نمیشن، یکی شیرین یکیش تلخ، ولی بینش حائله. این هم قدرت خدا رو نشون میده که سه دو تا مایع کنار هم در هم فرو نمیرن، هم یه عبرتی است که آبها وقتی یکی شور و یکی شیرین هم جدان. کفر و ایمان نبود شما از دینتون بکاهید، کوتا بیایید، در معده دیگران هضم بشید، خط رو جدا کن. قرآن میگه اگه توی جلسه نشستی دارن چرت و پرت میگن، دری ولی میگن، آیات خدا رو مطرح میکنن، پاشو برو. حتی اگر بره لحظاتی غافل شدی، یادت رفت، وقتی یادت اومد پاشو برو. در جلسه که شراب هست ولی شما شراب نمیخوری نباید بشینی، پاشو برو. در جلسه غیبت حق نداری بشینی، جلسه رو به هم بزن یا خودت پاشو برو. تو تو آب روان در هم مخلوط نمیشن، چطور تقوا و بیدینی مخلوط بشه؟ آیه 54 چه میگه؟ و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. خداوند انسان را از آب آفرید. درباره آفرینش از آب فرمود که
مراد از آب همون نطفه و منیه. میگه علم نخلقهم من ماء مهین خلق من ماء دافق. شما را از آب آفرید یعنی از تجلل و اسپرم که آب نطفه. این یک. و حیوانا را از آب آفرید، چون قرآن میفرماید خلق کل دابت من ماء. از کل هستی از آب. قرآن میگه که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای از آبه. پس سه تایی داریم، هر موجود زنده ای از آبه، حیوان از آبن، انسان از آبه، این سرچشمه همه آبه. و هو الذی خلق من الماء بشرا، خداوند از آب انسان آفرید. فجعله نسبا، سپس او را دارای پیوند نسبی قرار داد، پدر مادر. و سهر، سهر این داماد. نسب یعنی پیوندهای پدر مادری، یعنی فامیل سببی، ببخشید نسبی. سهر داماد فامیل سببی، چون انسان وقتی دخترش رو شوهر میده، عروسی از کسی میگیره، اینها فامیل میشن، منتها فامیل سببی یعنی به سبب داماد. نسبی یعنی پدر در پدر. آدم با خواهر و برادرش فامیل نسبیه، یعنی نسبتش به نیاکان و اجداد میرسه، اما با عروس و داماد به اجداد نمیرسه، سببیه، یعنی توسط همین عروسی با هم فامیل شدیم. انسان را از آب آفرید، برای انسان پیوندهای سببی و نسبی قرار داد. و کان ربک قدیرا، خداوند بر هر کاری قادر است. اینم که میگه بشرا، هو الذی خلق من الماء بشرا، این بشرا در ادبیات عرب تنوینی داریم به نام تنوین تعظیم، یعنی چه بشری، چه بشری. بشرن میگن تنوینش ممکنه مال تنوین باشه. انسان موجود با عظمتیه و زندگی انسان بر اساس پیوندهای سببی و نسبی شکل میگیره. در این آیه اول پیوندهای نسبی رو گفته، بعد سببی رو. اول گفته که فجعله نسبا، بعد گفته و سهرا، بشر تو رو از آب آفریدیم، بعدم برای تو فامیل قرار دادیم، فامیلهای نیاکانی و فیمال های عرض و دومادی. نیاکان رو قبل از عرض و دومادی گفته، شاید دلیل برای این که نیاکان نسبی که آدم نسبت نسل بعد نسل داره، فامیل های نسبی برخوردمون، یعنی مقدمن بر فامیل های سببی، چون او قدیمی تره. شاید این که اول فامیل نسبی رو گفته بعد فامیل سببی رو، شاید یک اولویتی تو کار باشه. خب انسان از آب است، خلق کل داب و هر جنبنده از آب است، و من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده از آب است، ولو گیاه زنده. وقت قدرت خدا را حساب کن که از آب چقدر چیزی درست میکنه. یعنی انسان چند میلیاردن، هر یه انسانی هم داره یه شکلی خصوصیتی. گیاهش چند نوع گیاه، یک آب به زمین فرو میره، از همین یک آب در یک باغ هم میوه ترش لیمو ترش در میاد، هم لیمو شیرین خورما در میاد، هم ترش شیرین پرتقال در میاد. درختش هم پلوه من یوس قاب ما ام واحد، قرآن میگه از یک آب سرقم میوه قرار دادیم. از کنار طبیعت ساده نگذاریم، در آفریده ها فکر کنیم تا ایمانمون تقویت بشه، در نعمت ها فکر کنیم تا علاقه به خدا بیشتر بشه. علاقه می که به خدا بیشتر شد، ما بنده او میشیم. خب تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.